رفتار کودک که نادیده گرفتنش خطرناکه. اونایی که بچه دارن میدونن که وقت و تلاش زیادی لازمه تا مطمئن بشن بچه هاشون خوش رفتار و تحصیل کرده و سازگار با محیط بزرگ میشن. اینها عادی ترین مشکلات رفتاری کودکان هستند. هیچ کدومشون رو نادیده نگیرین، وگرنه عاقبت بدی برای فرزندان و رابطتون با اونها خواهد داشت. نادیده گرفتن کار بد دیگران. اگه فرزندتون درباره موقعیت بدی که با دیگران اتفاق افتاده سکوت میکنه، شما باید تفاوت خبرچینی و آگاهی دادن رو بهش یاد بدین. در ضمن باید به حرفای فرزندتون گوش کنید و از قضاوت کردن پرهیز کنید. شما باید کمکشون کنین تا موقعیت رو درک کنن که هر دوتون بتونین با هم براش یه راه حل مناسب پیدا کنین. رقابت خواهر و برادری. اول باید ریشه مشکل رو پیدا کنید و دعوا کردن بچه ها با هم رو ممنوع کنید. به بچه ها کمک کنین تا مثل یه تیم با هم باشن و بهشون یاد بدید مشکلات رو منصفانه حل کنن. نباید بهشون تشر بزنین و بهشون توضیح بدین که احترام گذاشتن به احساسات دیگران چقدر مهمه. در ضمن سعی کنید که با بچه هاتون یکسان وقت بگذرونین تا هر دو رو خوشحال کنید. دزدی. اگه فرزندتون برای اولین بار چیزی رو دزدیده، خون سرد باشید. طرز برخورد درست مهمه. شما باید انگیزش رو بفهمید و بهش توضیح بدید که انجام اون کار کاملا اشتباهه. بعد از فرزندتون بخواین اون چیزو پس بده یا پولشو پرداخت کنه و از صاحبش عذرخواهی کنه. اگر به دزدیدن ادامه داد، از مشاوره روانی حرفه‌ای کمک بگیرید. در غیر این صورت ممکنه این رفتار به عادت تبدیل بشه. طرز برخورد بی‌ادبانه. هرگز به خاطر این سر بچه‌هاتون داد نزنید. اول بفهمین چی باعث این رفتار شده. به فرزندانتون طرز صحیح ابراز احساسات و خواسته هاشون رو آموزش بدین. اونها باید یاد بگیرن موقع گوش دادن آروم باشن و اگه کودکتون به رفتار بدش ادامه داد، برای مدتی چیزهای مورد علاقش رو ازش بگیرین. دروغ گفتن. مسئله اصلی اینه که به اعصابتون مسلط باشین. به کودکتان با خونسردی اهمیت صداقت و اعتماد در رابطه را توضیح بدین. به خودتون وقت بدین تا تنبیه مناسبی پیدا کنید که به فرزندتون یاد بده دروغ گفتن قابل قبول نیست. اگه دروغگویی عادت بشه میتونه نشانه یه مشکلات بزرگتری باشه. در این مورد با یه متخصص حرفه‌ای صحبت کنید. نق زدن. تا حالا شده بچه‌هاتون بخوان با نق زدن توجهتون رو جلب کنن؟ خونسردانه برخورد کنید. به کودکتان متذکر بشین بهتره با صدای عادی صحبت کنه. اگه این رفتار تکرار بشه، باید متوجه بشید که اشکال در رابطه خانوادگیتون هست. اون مشکلاتو با کودکانتون در میون بذارید تا از نق زدنشون در آینده جلوگیری کنید. رفتار ناشایست. وقتی رفتار مؤدبانه رو به بچه‌هاتون یاد میدین، زیاد بهشون فشار نیارید. در عوض بهشون یاد بدید که ملاحظه دیگران رو بکنن. در ضمن خیلی مهمه که بزرگسالان خانواده هم رفتار شایسته‌ای داشته باشن، چون بچه‌ها هر چیزی رو که ببینن تکرار می‌کنن.